این لایو ما شنونده های خاص خودشو داره. های سلام. سلام. من چیزو بپرسم دیگه، موضوع لایو. فکر کنم دیروز. آها بذار بنویسم. گروه حرف زدیم در مورد یه سری مسائل. گروه هم یه سری وایس گذاشته بود تو گروه که اصلا ناراحت نیست و ویدیوشو پخش کردی، اتفاقا خوشحالم هست. لایو ما رو دیده بود و احساس کردی کاری بعدی انجام داده و انتا به پیشنهاد داد که آیا میخوای براش جبران کنی، آیا میخواد برات جبران کنه یا نه، یعنی آیا درخواستی ازش داری. بعد مثل که دیروز تو باش حدود یه ساعت حرف زدی و حسن بعد فروغ نمیخواست این لای این صحبتتون ضبط بشه و حسن تو گروه ازم پرسید که صحبتتون در مورد چی بود، میتونی در مورد شرط بزنی؟ تا هم گفتی که بعدا یه لای میزنم. آها درسته. من اولا خوب وایس های چیز رو گذاشتم، آره تو پیجم گذاشتم، گفتم بچه های مقدار آمادگی داشته باشم، وایس های فروغ رو گذاشتم، همون دو ویدیو مسیج هایی که انگشترش هم به دستم میکنم و درخواست میکنم یه زیبا اگه میشه انگشتر رو نگه دار و در مثلا من دلم میخواد با حس خوبی رو داشته باشه. وقتی که من باهاش صحبت کردم و ویدیو مسیجای منو دید بود فروغ، خیلی ابراز خوشحالی کرد و گفت حس خیلی خوبی رو دادی به من و حالا اونا رو که دیگه بقیه حرفاشو نذاشتم. بعد گفتش من سعی میکنم که این درخواست تو رو انجام بدم، درخواستی که در واقع گیزینگم قبول کرده بود و گفته بود که من این کار رو میکنم ولی عملا انجام نشده بود دیگه. من احساسی که از برخورد گیزینگ تو این رابطه کرده بودم این بود که در واقع یه رفع تکلیف بوده، تلاش نکرده بود. کمون که دیروزم وقتی که درخواست کردم از فروغ، فروغ برگشت گفتش که یکم میشه توضیح بدی چیه، من تلاشمو میکنم که این جلسه انجام بشه، جلسه ای که در واقع با تشکیل مدیا، دختر گیزینگ، خود گیزینگ، آرمان، همسر حالا پارتنر یا حالا همسر که من نمیدونم قانونا هست یا نه، ولی همون به هر حال شریک زندگیش و اینکه و خود فروغ. بعد گفتش که من تلاش میکنم این اتفاق بیفته و پنجشنبه میرم خونه گیزینگ با گیزینگ صحبت میکنم. گفتم فروغ این مسئله رو من باید برای تو توضیح بدم که دقیقاً بدونی که هدف چیه و اگر خودت تو این رابطه توجیه نشده باشی در واقع دوباره ما با جوابی روبرو میشیم، با برخوردی روبرو میشیم مثل جریان گیزینگ و تو این رابطه بیفایده است. چرا ما دوباره خودمونو وارد یک ناراحتی و استرسی بکنیم یا مسئلهی بکنیم؟ که گفتش میشه توضیح بدی؟ گفتم آره، بیا من از نمیشه دیگه همینطور وایس بدم یا بیا واتساپ صحبت بکنیم ولی من ضبط میکنم چون میخواستم برای کانالمونم بذارم. گفت ضبط نمیخوام بکنی. بعد گفتم که خب پس بیا از تصویری صحبت کنیم، یه کمپرومایز دیگه کردیم. اون یه نهی گفت من یه خواسته ای داشتم در واقع، یه کمپرومایزی شد. هیچی، قبول کرد که ویدیو کال بشه و من بعد از چند سال بود که من گزه فروغو ندیده بودم دیگه و باهاش این ارتباط کلامی رو، یعنی ارتباط مستقیم رو نداشتم. در واقع فکر کنم 3 سال اینا میشد. آره 3 سال اینا میشد که من اصلا دیگه فقط همین در رابطه همونطور که تو لایو قبلی گفته بودم فقط یه چیز چتی بود که نمیدونم بدهی رو داده یا فلان داده یا نمیدونم چیزای خیلی معمول کاری همه مسئله وامش و اینها بوده یا پیامای خیلی خیلی مختصر، حتی ها احوال پرسی اینها هم نبود در واقع. خب این که اومد و قرار گذاشتیم برای ساعت 7 شب به وقت ایران. خب من خونه احمدم بودم و احمدم نبودم. به هر حال از طریق اسکایپ شد. جالبه چی شد؟ اسکایپ. من هم اسکایپ هم نداشتم ولی خب دقیقا یادآور اون موقع قبل شد که ما با اسکایپ صحبت میکردیم. چون گفتش نمیتونم با از واتساپ نمیشه، شارژ تلفنم چیز نیست، بیاد مثلا از تو کامپیوتر.
خب خیلی جالب بود اون اسکایپ، و منم از توی مونیتور کامپیوتر اینا بعد دیگه اومد و خب در واقع خب دیگه من موهاش بلند شده بود و حالا یه ذره حالا احوال پرسی اینا. ولی خب یه سوالی که تو کردی که گفتی که دوستش داری، احساس کردم که در واقع مثل همون حالت شاید بشه گفت مثل اون ابتدایی که با تو برخورد کردم، خیلی البته منفی نبودم ولی خب حس خیلی مثبتی هم نداشتم، ولی نمیخواستم که در واقع یه همچه حالت. بعد شروع کردیم، گفتم که ببین میخوای این کار برای چی انجام بدی؟ اولینو بگو. گفتم این کار برای چی میخوای انجام بدی؟ فقط میخوای حس منو مثبت کنی؟ برای جبران عملی برای من بکنی؟ این انگیزه کافی نیست برای این جلسه. گفتش که خب پس منظور اصلی چیه؟ گفتم اصلا تو میدونی حسن کیه؟ اصلا میدونی چه اتفاقاتی افتاده؟ اصلا جریان؟ گفت نه من فقط اون موقع گیزینگ با مثلا گفته بود حسن فخراش. گفتم اصلا جریان رو باید بدونی تو، اصل ماجرا رو اصلا بدونی که اصلا گیزینگ و ارتباط گیزینگ با حسن از کجا شروع شد. اصل مسئله من بودم، حسن شروع کرده بود برای فحاشی به من، و بعد الان تو این رابطه‌ای که من با حسن دارم رو باید این جریان رو بدونی. و اگر تو خودت هم کسی باشی که مثلا بگی نه فقط برای تو انجام میدم، این نمیتونی بشی. ما کل صحبت رو به اونجا رسوندیم از ابتدا، وقتی که توضیح دادم که اصلا کل این سایت که حسن درست کرده بود چی بود، سایت ضد زیبا نوبک رو درست کرد، و بعد گفتم که چه پروسه‌ای رو تیک کرد و اینجا گیزینگ اومد از من دفاع بکنه. خب اومد از من دفاع بکنه، اون مثل الان کسایی که الان میان توی، وقتی که من با فروغ صحبت کردم، فروغ گفتش که من درخواست تو رو میخوام انجام بدم، من بهش احساس کردم که در واقع روی انگیزه درونیش، یعنی خیزش این انگیزه از درونش نیست بلکه برای منه. بعد گفتم تو میدونی که نمیخوام که مثل جریان گیزینگ بشه، چون این احساس رو به من داد که روی، یعنی خیلی شکلی این مسئله رو انجام میداد و بنابراین نتونست. ببین وقتی یه آدمی یه کار از درونش نباشه، فقط رفع تکلیف باشه، میاد میگه خب جواب ندادم دیگه، من رفتم تلاشمو کردم دیگه فلان، ولی برنامه ریزی نمی کنه خودش که من هر طور، مثل که تو یه پروژه ای داری بعد میگی من هر طور شده من این کار رو میخوام انجام بدم، و این کار رو تبدیلش، یعنی در واقع من این هدف رو دارم. وقتی این هدف رو داری به هر شکستم خوردی یه راه حل دیگه میذاری، باز شکست خوردی یه راه حل دیگه میذاری تا اون انجام بدی. ولی وقتی یه حالت رفع تکلیف باشه، طرف میاد میگه خب من تلاشم رو کردم، دیدی رفتم، دیدی گفتم، خب اونا جواب ندادن، دلایل خودشون رو داشتن، مثل حرف گیزین که اصلا خیلی سطحی بود واقعا. به هر حال وقتی که این اومد تو واتساپ، توی اسکایپ که با هم روبرو شدیم با هم صحبت کردیم، بعد این گفتش که من واقعا اصلا این جریان رو بندم خیلی اصلا اطلاع نداره و فقط یه سری چیزایی رو از گیزین شنیده. گفتم خب تو چرا پس که اصلا کلن انقدر این نای قاطع رو دادی در رابطه با اینکه حتی اون موقعی که من خواستم ازت، بهت گفتم که مثلا حتی 200,000 تومان به از قرضت کم میکنم تو بری اینو ببینی، این دیدن چه چیزی رو داشت؟ چرا نخواستی؟ حتی مثلا یک نفر از من یه همچین درخواست رو میکرد، وقتی که من خودم یه همچین حسی رو منفی رو از، یعنی یه همچین شناخته، یعنی پس وقتی به تو مشخصا کار خاصی رو نکرده باشه و فقط روی شنیده ها باشه، این مسئله خیلی فرق میکنه دیگه. یعنی تو فکر کن که یک کسی بهت ضربه مشخص داده، تو میگی نه من نمیخوام ببینم، تا اینکه بگی که به فلان کس مثلا در موردش خوب نمیگن. بعد گفتم خوب حتی اونجا که تو، من به تو پیشنهاد کردم، حتی اگه پیشنهاد نمیکردم که از قرضت کم کنی، خیلی راحت میگفتی خیلی مسئله ای نیست که بلند میشم میرم میشینم.
پس شماها هم تو و هم گزینگ. بعد اینو براش رو گفتم شما با من مسئله دارید، شما با حسن مسئله ندارید. یه نفری الان شما فکر کن خود یادت اون موقعی که گزینگ با فروغ آشنا شده بود چه زمانی بود؟ موقعی بود که گزینگ داشت برای هلاله دیه جمع میکرد، پول دیهش رو جمع میکرد، که حتی برگشت به فروغ گفت که فروغ تو اگه خواستی پولی به من بدی برای این دیه جمع، این پولی که ما داریم جمع میکنیم که نزدیک 120 میلیون بود که جمع میکرد، بعدن دوباره گفت 150، بالاخره اینو جمع میکنن هلاله آزاد میشه. این پولو گزینگ هم یه کمپینی تشکیل میده و برای آزادی این هلال. چرا این کارو میکردن؟ گزینگ بلند شده بود رفته بود با خانواده اون صحبت کرده بود، با خیلی کارا انجام داده بود که هلال آزاد بشه. چرا این کارو کردید؟ میتونستید بگید که مثلا فرض کنید یک نفری که یک کاری رو خطایی رو انجام میده، اصلا یک جرمی رو انجام میده، جرم بالاتر از این که دیگه قتل انجام میده دیگه، یا یه چندین نفر مثلا یه کسیه که نمیدونم چندین نفر رو میکشه، خب ما در این رابطه چه اقدامی رو میکنیم، چه آلترناتیوی رو میذاریم برای در مقابل این فرد؟ یا حتی میگیم نه ما در رو میبندیم، با این آدم کاری نداریم. حالا شما برای یه همچین موقعی، تو اون موقعی که داشتی برای هلاله کار میکردی و این تلاش رو میکردی، خیلی فرهنگی رو داشتی که میگفتی ما میتونیم یک راه حل، یک آلترناتیو یا یک راه حل جایگزین رو داشته باشیم. ولی چرا الان این کار رو نمی کنی؟ اونم برای یه موردی که اصلا حتی خودتون وقتی واردش بشید میبینید که خیلی مسائل تو این رابطه اونجوری، یعنی باز که بشه، تمام مسائل باز بشه، اون فردم میاد دلایل خودشو میگه، مسائل خودشو میگه. پس شما از این که نمیخواییم با این مسئله روبرو بشید هست. من اگر با حسن، حسنی که اون زمان شما میگفتید حسن فحاشه، و من باهاش روبرو شدم، برای اینکه من گفتم خب برو بذار این فرصت رو بدم دیگه، میخواد کار رو انجام بده، میخواد با من مبارزه کنه، میخواد با من روبرو بشه، میخواد با من لایو بذاره، میخواد فلان، من شرایط خودم میگم ولی این امکان رو میذارم در اختیارش. همینا رو براش توضیح دادم، گفتم میدونی تو لایو چه جوری بود؟ بعد این اومد که وقتی گفتم منم همون موقع این مسئله رو در رابطه با فحاشیش داشتم، خب ولی چیه؟ گفتم که شرط گذاشتم، گفتم تو اگر بخوای فحاشی کنی من یه پولی رو قبلا میگیرم ازت، میتونی فحاشی بکنی ولی پولتو نمیدم. این شرط و شروط رو گذاشتی که اون قرار قبل از لایده. گفتم خب شما میتونستید یه راه حلی رو بذارید، پس اگر با این روبرو نمیشید، اونم مقطعی که دیگه این مراحل گذشته، مقطعی که تمام این چیزا مثل بولدوزر زیبا خیلی چیزا رو صاف کرده، اون زمانی که حسن مثلا فرض کن 3 سال پیش بود با حسن الان خیلی فرق میکنه. اون موقعی که حسن ضد زیبا ناوک رو درست کرد، بعد اومد مخالف زیبا ناوک بود شد، بعد مخالف شد، اول زد بود بعد مخالف شد، بعد اومد یه سری مراحل مختلف، اینا خیلی کارها تو اون رابطه ها انجام میشه. شما الان میایید حسنی که حتی میاد تو خونه شما با شما روبرو میشه، باهات میشینه، باهات صحبت میکنه، شما حتی دلیلی من نمیبینم و این دلیل فقط اینه که به زیبا برمیگرد. شما با این جمله رو به کار بردم، گفتم تو با شماها با حسن زیبای درون حسن مشکل دارید و نمیخواید با اون روبرو بشید. همون مسئله ای که باعث افتراق من و شما اصلا. چرا من و شما الان توی رابطه الان نیستیم؟ چرا با هم همراه نیستیم؟ تو چرا الان اصلا مخالفتت با این مسئله؟ تو کی گفته بود که بیا با من مصاحبه کنی؟ چه کارهایی تو این رابطه کردی؟ الان فقط میخوای من حس منو خوب بکنی؟ با چی؟ زیبا بیا الان یه حس خوب بکنم، یه کار انجام بدم مثلا، این نیست، یه پروسه است، یه پروسه است.
من این درخواست رو که گذاشتم، این درخواست رو تو موقعی میتونی انجام بدی که عمیقا تو این رابطه با خودت، یعنی اصلا عمق اصلا روابط گذشته رو بررسی کنی. تو اگه میخوای همین الان مثلا سر عکست، سر نمیدونم کلیپت، سر نمیدونم البته گفتم خوشحالم که الان اومدی برای این کلیپ این جمله رو گفتی که نمیخوام کار قضایی بکنم، نمیخوام، درخواستی نکردی که من حذفش کنم. گفت اگر حذفش میکردی خب خوشحال میشم، ولی من نمیخوام در خوشحالم گذاشتی. گفت خوشحالم گذاشتم که منو به خودم برگردوندی. ببین این حرف رو الگی وایس رو گوش بده. گفت خوشحالم گذاشتی که این باعث شد من یه تجدید نظری تو روابط خودم بکنم که چه کردم که تو چنین برخوردی کردی. از این جنبه خوشحالم. ولی خب که کلیپ گفتم ببین یه چیز میخوام بگم، این کارا رو میخوای بکنی کلیپات بره، این کارا رو میخوای بکنی که پاکش بکنم، هم روک راست بگو، این کارا رو میخوای بکنی، اگر نمیخواید تو منو ببینی راحت بگو، من نافم از شماها کنده شده. این جمله رو گفت. گفتم ناف من از شما کنده شده. من اون موقعی که گفتم جریان ویولون رو گفتم، گفتم من 5 میلیون ویولون رو من دادم اونجا، من اینقدر برام مهم بود که ویولون رو بدم. گفتم فکر میکنی برای چی دادم؟ من 5 میلیون دادم به یه خانومی، از یه خانومی هم خواهش کردم توی اینستاگرام فلان و اینا، بیا این هدیه رو بپذیر از من. 3 هفته 4 هفته طول کشید. گفتم فکر میکنی چرا این کار کردم؟ برای خودم کردم، برای اینکه حتی اون رابطه رو با تو نداشته باشم. این مراحل باعث شد که من از تو کنده بشم. این مسئله 7 روز رو براش توضیح دادم. گفتم میدونی چه اون 7 روز چی شد در رابطه با گزینگ؟ اون 7 روز درمان خودم بود. من چیزی برخوردهایی با گزینگ انجام شد که خیلی سنگین برای من بود. تو فکر کنی حتی مثلا سر این که من لایو با تو مثلا نمیخوام بذارم یا نمیخوام بود در واقع دیگه، نمیتونم که نبود که، اگه میشه الان تو نخوای بیای کسی که مثلا این همه نمیخوام بوده، اصل مسئلهش در واقع نمیخوام بود. گفتم تمام این مسائلی که گزینگ تو این رابطه داشت برای من، یعنی در واقع گفتم اون تنابی که هست، یه تنابی هست، یه دفعه تناب ریشه‌هاش کنده میشه، بعد اون یه ذره کوچولو، اون یه ذره کوچولو هم مونده بود، این سر جریان چیز بسته شد، یعنی در واقع کنده شد. خب اون مسئله با گزینگ، گفتم من گزینگم آنفالو کردمش، کاری هم ندارم الان. گفتم گزینگ برای من مثل پدر مادر من شد، احساسی هم ندارم، برای من مثل یه عکسم، عکسی از زندگیم، گذشته ما. گفتم من الان برای من اصلا وقتی ببین یه موقعی بود اسمش میومد، پیامش میومد، دل آدم چیز می گفتم نه ندارم الان. برای من الان برم اصلا ببینمش، عکسش مثل عکس پدر مادرم هست. شاید یه روزی بیدار بشه، نمیدونم خفته شده یا چی بشه، من نمیدونم. ولی به هر حال دیگه اون چیزی که در رابطه با خودم میتونه بودم، برای منم الان اینجوری تو هم دارم میبینم. تکلیف خودت رو با من روشن کن. برای چی این قدم رو برداشتی؟ برای چی میخوای من انگشتر رو تو دستم بکنم؟ گفتم برای چی میخوای انگشتر؟ انگشتر رو برای چی باید تو دست خودم بکنم؟ انگشتری که از تو و گزینگ رسیده؟ که چی یه حس خوب داشته باشم؟ جریان دایی متعریف کردم. آخه گزینگ فروغ رفته بود پیش دایی دیگه. دایی خیلی از فروغ خوشش میومد. اونم از دایی خوشش اومد. گفتم دایی من میدونی چه جوری اومد پیش من؟ عید پارسال یه خوابی میبینه. یه خوابی میبینه که زیبایی تریلی زده به تو. و من خیلی ناراحت شدم. این خون من جوشید و فلان از این حرفا. بعد دایی اومد گفتم به من چه ربطی؟ گفتم اصلا دایی الان چه نقشی تو زندگی من دارید؟ من حسی به شما دیگه ندارم.
گفت نه ما به تو حسی داریم. گفتم حساتو به درد من نمیخوره، مثل که مامان من هی بگه خیلی تو رو دوست. گفتم من درکشون نمی کنم. من این حس دیگه تو من وجود چیز عینی که من این پنج حس من بگیره، چشمم وقتی عکس، صدا، بو، نمیدونم فلان، مثلا بگم وای این عکس مامانمه چقدر دلم میخواد، اون دایمه، اینو ندارم دیگه. گودم الان شما ما هست، گودم تریلی اصلا به من بزنه نزنه، خوابتو الان فستی برای من نداره. گودم الان چی میخوای از من؟ خیلی ناراحت شدم و گفت خیلی تغییر کردی. گفتم کاری میخوای برای من بکنی؟ دلت برای من جوشیده، نمیدونم خونت جوشیده، نمیدونم از این خود، یه کاری بکن برام حسش کنم. گفت یعنی چی؟ گفتم هیچی، حداقل مثلا وقتی تو الان یه پولی برای من واریز کنی، یه کار عملی برای من انجام بدی، من میگم اه دایی من برای من وجود عینی داره. بعد گفتش که خیلی عوض شدی. گفتم خیلی بیشتر از اونی که شما فکر میکنید. کاری اگه داری بعد گفتش، گفتم مثلا، گفت خب من چه کار بکنم؟ گفتم مثلا یه دوره همی بذار بگو برای زیبا ناوک، برای زیباس، برای دختر خواهرزادمی که دوستش دارم، بذار دیگه، بذار من اون موقع دوست داشتن تو رو میفهمم، حسش میکنم. که این گفت خیلی خب من توی چیز انجام میدم، توی دفترم انجام میدم. اخیرا هم گفته که من میخوام، گفتم اگر زنداییم، هم گفت اگه بیای ایران ما دیگه تو رو برای همیشه نگه میداریم فلان اینا. گفتم نمیخواد الان برای همیشه حرفشو بزنید، الان یه دوره همی تو خونه خودتون بذارید. همه اینا رو که به فروغ گفتم، گفتم فروغ من الان ببین حس بدی ندارم مثل قبل، ولی من الان برای چی انگشتر رو باید تو دستم بکنم؟ بعد نگاه کنم بگم فروغ، نگاه کنم بگم گزنگ. گفتم من الان با این برخوردهایی که تو کردی و این فیلم ها که گذاشته، گفتم حسای بعد من رفت. یه زمانی ممکن اصلا یه فیلم شما رو هم بردارم، اصلا برای من حتی این عکستون مطرح نباشه. گفتم این زمانم خواهد رسید. خوشحالم که تو این رابطه تو هم به اونقدر رسیدی که دیگه مسائل قانونی و فلان و نمیدونم بری و نمیدونم درخواست بکنی اینو نداری، آفرین. ولی من کار خودم رو کردم، تموم شد، حس منم چیز شد، برابر شد با تو. الانم تو هم راضی هستی، منم راضی هستم، پس نقطه یه صفری. گفتم من وقتی که براش تمام اینا رو توضیح دادم، بعد یه دفعه گفتش که آره من مثلا حس اینه، من این از این مسائل و اینها نیستم و نمیدونم. گفتم مثلا میخوای برای چی مسائلی که مثلا بخوای که توی، گفتم مثلا میخوای با، گفتم حسن رو ول کن، میخوای با من باشی یا نه، میخوای مثل همین دایی من که اومده میگه دلش بخواه، گفتم میخوای من دیگه. گفتم من کمکت میکنم، من حس منفی ندارم، برو، درخواستم ازت گرفتم، برای من نمیخوام کاری بکنی دیگه. میخواست حسم اون مثبت، انگشترم برای من هست. امروز من چی کار کردم تو این را؟ بعد که اینا رو که گفتم، حالا در مورد انگشتر اینا میگم، بهشم گفتم که درخواست من الان اصلا دوست ندارم الان بخوام بگم که به ازت بخوام که بیا برو، خواهش در بومان درخواست بخوام. یه زمانی خواستی این حرکت رو خودتون انجام بدید، خواستید برید حسن رو ببینید، خواستید برید روابط رو به خودتون انجام بدید، نه بنا به درخواست من. من دیگه این درخواست اون لحظه ای که اون حالتی که اومدی مطرح کردی زیبا اینا، من واقعا احساس کردم به سمت من برای تو، ولی الان این احساس رو ندارم. من احساس میکنم که میخوای یه جوری که انگار زیبا در گذشته برای من یه کارایی کردی، نمیخوام، من قدردانم فلان، من نمیخوام. گذشته هر کاری کردم، تو کردی، منم کردم، تموم. این لایو هم که الان داره، میدونم خودش بعدم میاد گوش میده. من با فروغ اگه خواست باید عملا بیاد در رابطه بازی، حتی من فکر میکنم منو فالو کرده باشه،
بیاد با من یه لایف بذاره، بیاد یه لایف بذاره، بیاد دوتا از پستای منو بذاره، بیاد در رابطه با مسائل من حرف زن. قدمه دیگه. مگر تو نیومدی برگشتی گفتی زیبا میخوام با تو، اصلا نمیخوام که کارایی که تو میگیره انجام بدم، ولی میخوام بیام با تو روبرو بشم. خب اونم بیاد روبرو بشه، وارد عمل بشه. تو مگه نیومدی اومدی حرفاتو زن؟ الان برای چی اومدی اینجا؟ کسی که بیاد میگن هر کسی ببینه میگه محدثه دیگه، درسته؟ این محدثه میرحمدیه، بالاخره با زیبا داره نشسته صحبت میکنه، لایو دومشه، فردا نمیدونم رفته اونجا یه چیزی رو گذاشته، تو گروهش اومده، 5 یورو داره میده، مشاوراش فلان، یه حداقل هرچی هست. نیومدی کامل تو رابطه، ولی این که اومدی تکلیفت رو روشن کنی حداقل، درسته؟ اومدی گفتی زیبا من یه مدتی با تو رو چیز میشم، تکلیفم رو روشن میکنم، یا این وری یا اون وری دیگه، درسته؟ خب تو هم این قدم رو میخوای برداری، یا به واسه چیزایی که از گذشته دارم من نمیخوام زیبا آدم قدردانیم، آقا من هر کاری که کردم تموم که برای دل خودم بوده، تموم شده رفت. ولی خوشبختانه اومدی مطرح کردی که این سوء تفاهم هم رفع شد بشه، که دیگران فکر کنن که اگر من مثلا از تو پولی برای حتی کلیپ هایی گرفتم، کلیپ هایی بوده که تو برای من پول گرفته بودی درست کرده بودی، کلیپ های مربوط به کتاب زینب بوده، نه کلیپ های مصاحبه های مختلفی که ما انجام داده بودیم، مثل کارهایی که تو یه زمانی برای منم انجام میدادی، کار دیگه، مثلا میگفتم سایتو فلان کن، نمیدونم اینو درست کن، اینو انجام بده، فلان کن، منم در مقابلش یه کارهایی برات انجام میدم. اون یه این کار خیلی فرق میکنه. اومد اینو توضیح داد و اینم درخواست نکرد که من بردارم کلیپا رو. اگر دوست داری این کارو میکنی، خودت تصمیم میگیری. این خیلی مهمه. بعد که من گفتم خیلی خوب، منم از درخواستم گذاشتم، بعد دیگه آرام باش، راحت باش. گفتم دیگه کاری نداری. حسن هم میخوای ارتباط برقرار کنی، خودتون میره، حسن یه فرد مستقل نمیرید ارتباط برقرار میکنه، چرا من باید این کار انجام بدم؟ حسن میخواد با تو ارتباط برقرار کنه، حسن خودش میاد با شما ارتباط برقرار میکنه، چرا من بیام درخواست بکنم از شما بعد براش تلاش بکنم؟ هم در رابطه با حسن تموم شده، من هی براش بگم، اگه یادت باشه در رابطه با تو هم به تو هم برگشتم گفتم که من هی نمیخوام از شما درخواست بکنم، مگر اینکه تو خودت بیای بگی که زیبا اومدی گفتی زیبا من میخوام تو چند تا درخواست از من بکنی. این خیلی فرق میکنه. بعد برای درخواست من پول دادی. خب این خیلی فرق میکنه با اینکه من بیام از شما یه درخواستی رو بکنم و که شما در احساس بکنی کاری برای منه. نه بابا، من دارم برای شما کاری انجام میدم، شما برای همون درخواستی که من. این خیلی نکته جالب و تو باعثش شدی و تو خیلی جالب بود تو این رابطه، اولین کسی تو رابطه من بودی که اومدی گفتی زیبا من میخوام درخواست از من بکنم. خب؟ نه خب میدونی زیبا برای من جالب بود که تو قفله رو تو ذهنت نگه داشتی، برام داری اینو میگی که یه چیز مثبتی تو زندگی من ایجاد کنی. میدونی اینجور چیزا ظریفن دیگه، یعنی قشنگ مشخصه که اینجا هدف تو منم، که تو قفلی که من همه جا در رو قفل میکنم، ماشین اولین کاری که میکنم در ماشین رو گفت میکنم که گاهی که یا میخواد بفرد تو ماشین. خب دقیقا حساب رو گرفتم که تو از اون موقع همیزی تو ذهنت مونده و میخوایی مشکل من رو رفت کنی. این نکته خیلی مهمه. حالا من بیام اینجا من درخواست بکنم خودم رو هم تو این رابطه بدهکار بکنم که طرف بگه چون تو از من درخواست کردی منم باید برای من یک کاری بکنی، نه تو باید برای من یک کاری بکنی. گفتم درخواست دارم بر میدارم فروخ، این درخواست برای حل مسئله تو. گفتم آرمان اصلا از کجا گزی؟ حسن رو میشناسه، مثلا آرمان خیلی بدش میاد، نمیدونم منم الان از صدام خیلی بدم میاد، چی مثلا این چه این هر این حرفه مثلا؟ یعنی تو اینقدر اعتبار تو خانواده نداری بخوای یه همچین میتینگی رو بذاری؟ اگه بخوای میتونه فروغ میتونه دیزینگ اصلا با دخترش صحبت کن، برگردی بگی من ازت میخوام که تو این رابطه مشاره وارد بشی، روبرو بشی با این مسئله که از چی بوده. خب اینجا که حسن هم که میرفت اونجا حرفایی رو میزد تو این رابطه زیر سوال بردن اونها میشد،
حسن هم اینجا تو نکته جالبی رو گفت، گفت برای اینکه خیلی از مسائل خودشون هم باز میشد. گفتم ببین که فروخ خیلی مسئله است، اینجا شما با فردیت حسن کار ندارید، با زیبای درون حسن کار دارید، همونی که الان این اتفاق افتاد. منم از این میگذرم، من نمیخوام دنبال شما باشم، نمیخوام دنبال پدرم باشم، نمیخوام دنبال دایم باشم، نمیخوام دنبال این آدم ها باشم، برای من اینا تموم شده و اگر میخوام اونا خودشون میان، شما هم میتونی. اینه که گفتم و بعد گفتم حرفی دیگه ای نداری؟ مسئله دیگه ای نداری؟ مشکلی چیزی؟ اینا رو که گفتم دیگه، گفتم دیگه، گفتم مسئله انگشترم که خب همینو گفتی، من اینو من تصمیم میگیرم در مورد انگشترم. آه اینم در مورد انگشت، گفتم ببین مسئله انگشترم الان بهت بگم، داستان اون 5 میلیون حمید هنرپرورانم بهش گفتم. خب 1 ساعت و خورده ای با هم حرف زدیم دیگه. گفتم اون چون انگشتر رو تو داده بودی، این حق برای تو بود، چون من این انگشتر رو دیگه من دربارش تصمیم میگیرم. این همون 5 میلیون رو که وقتی خواستم من از پول حمید هنرپرورم توی پول من دیگه حسی نداشتم که توی زندگی من باشه، بهش گفتم ببین من میخوام این 5 میلیون رو رد کنم بره، اگه میخوای نظری داری از الان بگو، بعدش دیگه چیزی نداریم. که بعد گفت نه دیگه من نمیخوام بگیرمشون، 5 میلیون رو به تو دادم و فلان. منم اومدم و داستان این رها و ماشینش و فلانش اینا پیش اومد. حالا اون بموند. امروز از دیروز که این صحبت رو تموم شد، من انگشتر رو گذاشتم کنار. خب اسکرین‌شات و اینا هم نگرفتم، حرفا رو هم که ضبط نکردیم دیگه، تموم شد و اصلا من حس اصلا بدی هم نداشتم. یعنی واقعا برای اینکه از اون موقعی که اصلا وقتی هم که با چیز داشتم تموم شده بود برای من انگار، و 2-3 روز پیش و بعد از تمامی ماجراها در واقع اون پاتک خودت رو آدم میزنی دیگه، خب یر به یر میشی دیگه از نظر درونی خود. وقتی که این اومد برای من یه چیز اضافه تر بود، یعنی یه حرکت خیلی قشنگی از طرف، یعنی یه فهم و شعوری بود از طرفش. این بود که من واسه همین گفتم که من این فرصت رو بهش بدم. این فرصت رو داره، اینم گوش میده، لایو رو گوش میده، فرصت رو داره. فرصت همیشه هست، فرصتی که من نباید بهش بدم، فرصت هست. من در زندگی من، رابطه من به روی بدترین آدمایی که هر کسی که به من بدترین برخوردم کرده باشه، حالا که با اینا حالا بگم یر به یر شدم، تموم شد، کاری باشون ندارم، میخوام بیان، خب بیان، بیان. موقعی که تو اومدی اولین، من تو رو به خوبی پذیرفتم، حالا نگم با احساس خیلی خوب، ولی راه کامل باز بود. من خودم بودم، تو خودت بودی، من خودم بودم، تو خودت بودی، میومدی. حالا الانم که الان هستیم، ما به هم یکی نشدیم که، در یک رابطه رویاروی، ولی در این حال نقاط اشتراک رو دیدن و کاری رو کردن. بعد صبح بلند شدم، دیشب چه جریاناتی پیش اومد و اینا توی گروه، بعد تموم شد صبح بلند شدم، با رضام نبود، احمد بود و حرف زدیم. گفت احمد گفت میمونی نهاره؟ گفتم نه میخوام برم. ولی احمد موقع رفتن گفتم احمد بیا من یک کاری دارم با تو. گفت چی؟ گفتم این انگشتر رو میخوام بدم به تو، ببری قیمت کنی، میخوام مثل جریان انگشتر حبیب بره به جایی که اصلا نمیشناسمش. بعد این اینجوری کرد تو انگشتش، گفتش پس اینجا بمون. آخه حسای احمد برام خیلی جالبه، مثلا نمیگه که اگه بگی یه دفعه اولین کلامش این که نه چرا این کارو میکنین، چون داستان منم شنید با فروخ. بعد بهش گفتم اینی منتها نبود، اون لحظه که بود رفته بود وسایل من آورده بود، گفت من میرم. گفتم خب اشکال نداره، منم با اونجا دیگه اموشن و هر چیزی هم که بود، البته خوب بود رابطمون، من با صحبت با فروخ اصلا ناراحت نشدم، یه صحبت با آرامش و خیلی خوبی هم بود. من انگشتر رو دادم، کرد تو انگشت کوچیکش، گفت باشه میبرمش. گفتم خیلی خوب برو، وقتی که رسیدی اونجایی که تو فروشگاهی یا مثلا یوولینه، حالا
شما چی میگه؟ جوولی. 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 آره. گفتم اونجا که هستی، چون شاید بخوام ازش یه ویدیوی مسیجی رو بگیرم، قیمت کن فلان کن، منم بیام. حالا دیگه شاید فردا این قرار رو بذاریم که این انگشتره کلن بره و بعد دیگه برام هم اصلا این که بیام گرونه کمه، من اینجوری معیارام نیست دیگه داستان انگشت. بعد کتابو، کتابرم بهش نشون دادم. ببین این کتابو احمد بزن. اوی اوی این کتاب خوب گرونه دیگه، کتاب اینجوری. کتاب رو هم به من هدیه شون داده بود، یه گلیم هم که داده بود که اون تابه تابه شد. خب این کتاب خب من خیلی فرشیانو یه زمان خیلی دوست داشتم. این خب این فرش. بعد به احمد فقط عکسش رو نشون دادم، گفتم احمد ما اینو من میخوام اینم بدم به یه جایی که بی خود چرا راکت مونده. بعد گفتش، گفتم بدم به یه انجمن ایرانیانی که، گفتش که اینا برمیدارن خوشو میفروشن، بیا ببریم چیز کنیم کتابخونه ملی. گفتم ای آفرین، من خودم هم آخه کتابامو به کتابخونه‌های اینجا، یه بخش فارسی کتابخونه شهرهای بزرگ بخش‌های فارسی دارن دیگه. بعد گفتم خیلی خوب، من کتابه رو میارم، تو هم چیز کن انگشتر رو، برو قیمت کن، فردا دیگه مسئله که انگشترم حلش میکنیم و کتابه رو میدیم و دیگه مثل همین کارهایی که در رابطه با کارهای وسایلی که مال مادرم و خانوادم و فرش این چیزایی که بود. من فکر میکنم خیلی خوبه و به جای به جریان خوبی میرسه دیگه. پولش هم این که خوبه، این که اصلا پول نداره، یه جنبه فرهنگی داره، میره به دست کسانی که میان میگیرن. خب کتاب خونم به هر حال مام آلمان انقدر به ما خدمت کرده، مام براش خدمتی بکنه. زیبا تمام این حرفایی که به فروغ زدی، فروغ کلا حرفی نداشت بزنه، من گوش کردم. فروغ در مورد چیز توضیح داد دیگه، مثلا گفتش که مثلا آرمان ازش بدش میاد، مثلا من در مورد این زیاد چیزی نمیدونم. در مورد با خودش، سوالی که در مورد خودت پرسیدی، مثلا چرا اومدی، آیا اصلا میخوای بمونی، خب. چرا میخوای همونو بمونی؟ دیگه گفتش من احساس دین دارم، دین رو نگفت ولی احساس این که چون احساس این که خدمات، در واقع همون حرفایی بود که تو وایسش گفته بود دیگه، احساسای وایساش هست دیگه، احساس این که من تاثیر مثبت تو زندگی من داشتی، من همیشه دوست دارم فلان و اینها، نمیدونم برای من ارزشمندی، من نمیتونم این کار کنم و اینا. خب اینا چیزایی بود که گفته بود و در واقع بیشتر من صحبت کردم که همین ماجراها رو توضیح بدم و اینها و درخواستا رو که من، خب اون جواب میداد، یه دفعه جوابای کوتاه میداد دیگه. نه من مثلا گفتم چرا میخوای اصلا بیاشتم، مثلا گفت خب دوست دارم یه کاری برات انجام بدم. گفتم نمیخواد این کار رو بکنی وقتی برای من میخوای کاری بکنی. بعد گفتم داستان گیزینگو میدونی، داستان اون 7 روز بود. گفت 7 روز من فکر میکردم تموم شده. گفتم نه دومین روز تموم شد. دومین سومین روز آن 200,000 تومن رو تعریف کردم براش. بعد گفت آها یه چیزایی هم در مورد مایک چیز گفت. گفتم 200,000 تومن گیزینگ که به من داد. گفتم گیزینگ بعد از اون یه جمله نوشت، گفتش که بعد از اینکه یه مثلا جریان رو تموم کردیم و مسئله رو تموم شد، گفتش زیبا من فکر میکنم برداشتم اشتباه بود، شماره حساب میدی که من برای تو یک مبلغی رو بپردازم، میپذیری که من یه مبلغی بپردازم؟ گفتم میپذیری. مبلغش چقدر بود؟ 200,000 تومن. گفتم فروغ خنددار نیست؟ تو که اون موقع میدونی روابط منو با گیزینگ، اون موقع 10 سال پیش گیزینگ 10 میلیون، 10 سال پیش با 10 میلیون الان خیلی فاصله فرق داره، 10 میلیون 10 سال پیش یعنی الان 100 میلیون الان. خب اون 10 میلیون اونجوری مثلا برای من انجام میده یا بلیت مسافرت. گفتم الان گیزینگ خیلی فقیرتر از گذشته است، مسئله فقیر روانی گفتم. بعد گفت نه این داروهاش خیلی چیزه،
داروش که بیمار درمانش خیلی خرج برداشته. اینو که گفت منم خیلی با ناراحتی ریاکشن نشون ندادم. گفتم که خب خرج میکنه دیگه. سر همون داستان مسئله فروشگاهشو گفتم. گفتم داستان مغازه طلا فروشیش یادته؟ گفتم بدترین کامنت زندگی من، بدترین کامنت زندگی من از گیزینگ شد. و اون جمله‌ای که در رابطه با مغازه داد. گفتم اینا رو برشون تعریف کردم. بعد جدی؟ آره. گفتم بدترین کامنت زندگی من اون شد. گفتم جمله‌ای رو گفت و گفت گیزینگ من چیزایی که زیبا به من داده همش خودش داره اونه. من این فروشگاه رو، من این مغازه رو به زیبا بدم دیگه ندارمش. و جملهش هست دیگه، اون جملهش تاریخیه دیگه. گفتم این رو گفت. بعد گفتم اومد ثروتمندتر، ظاهرا ثروتمندتر شد. گفتم ظاهرا ثروتمندتر شد، وسایلش گرونتر شد، ولی تمام برخورداش رو در رابطه با زیبا نوک نگاه کن، در رابطه با من خیلی فقیرتر شد، خیلی فقیرتر شد. یعنی وقتی هم حتی گفت حتی وقتی به مدیا پول میده، به بچه ها پول میده، الان خیلی با حساب کتاب میده. الان مسئله مالیش من دیدم، اینم اشاره کرد. ریاکشن بدنی چیز اینا ناراحتی نبود. یعنی خواستم انگار یه جوری گفتم بوده بده اینجوری اتفاق بیفته براش. برای من یعنی اصلا ناراحت نیستم که الان مثلا فرض کن خیلی خرج برای داروهاش میکنه، ناراحت نیستم. یعنی نگفتم این جمله رو، الان وقتی لایو منو گوش شاید گوش بدن ببینم، ولی ریاکشن بدن من، اون بادی لنگویج من و میمیک صورت من این بود براش. اینا رو گفت و بعد گفتم به هر حال خیلی ماجراها رو دیگه تعریف میکردم و بعد یعنی نسبت به اون جمله، یه جمله اون میگفت بعد من یه دونه داستان رو تو این رابطه. گفتم اینا رو بدون، گفتم اینها رو بدون خودتو کش. گفتم بعدم گفتم تو دوره زینب منی، دوره زینب منی. اینم بهش گفتم، گفتم این مرحله هم میگذره، این مرحله رو شماها باید طی بکنید، همتون باید این مراحل رو طی بکنید. بعد در مورد تو صحبت کردم، گفتم موقعی که فرودگاه هم داشت میمد رسیدی، من همونجا به تو مسیر هم یادم، حتی تو اون ایستگاهش که گفتم حتی تو محدث تو باید از من جداشی، یه روزی از من قطع بشی، این ضرورت این رابطه است. این عشقای این چنینی که ما به هم دیگه داریم، الانی که گیزینگ میاد مثلا تو گفتگوها اونجوری صحبت میکنه، مثلا در برخورد با تو، به خصوص در برخورد با تو که افتضاح بود، مثلا خواسته بگی که من 10 سال پیش اینجوری نبودم، نگفت مثلا این عشق من، بله این عشق من یه عشق میمونی بود، اینجوری بودم، نه من منظورم اون موقع این بود، من منظورم این بود، اینا یه چیز دیگه بود. نمیگیم که من این بودم الان تغییر کردم، تفاوته. من اینجوری بودم که مثلا حتی نیم ساعت نمیتونستم مثلا دوری از زیبا رو بپذیرم. خب این باید قطع میشد از من، این باید این کنده شدن ها در رابطه با تمام روابط زندگیش پیش بیاد تا بتونه از عشق میمونی وارد یه عشق آزاد بشه. به هر حال این بوده، من صحبتامو کردم و صحبتی داری، سوالی داری بگو.